اینی که یه آقایی در یک گوشه‌ای عباشه بکشه به کول خودش بگه من به کارهای کشور کار ندارم، من به نظام کار ندارم، این افتخار نیست، این ننگه. بهانه هم این است که فلان انتقاد ما داریم، فلان. خیلی خوب، 100 تا انتقاد داشته باش، 200 تاش به خود ما امامیه‌ها وارده. وجود انتقاد و عیب در یک مجموعه اگر موجب می شود انسان این همه محسنات و نقاط قوت رو در اون مجموعه نبینه، ملاحظه نکنه. هیچ کس در عالم روحانیت نمیتواند اگر انصاف را و خرد را میزان قرار بده، نمیتونه خودش رو از نظام اسلامی جدا بگیره. نظام اسلامی یک امکان عظیمی رو در اختیار داعیان الله و مبلغان اسلام قرار داده. چنین چیزی برای من و شما در طول تاریخ روحانیت وجود داشته، از اول اسلام تا حالا. این اجتماعات بزرگ کی وجود داشت؟ این نماز جمعه ها کی وجود داشت؟ این همه جوان مشتاق و تشنه معارف کی وجود داشت؟ نبادا این فرصت ضایع بشود. اگر ضایع شد، خدای متعال از من و شما میپرسه. نظام اسلامی چنین خدمتی به ما کرده، مگه میتونیم خودمون رو کنار بگیریم؟ این نظام مرتبط و متصل و همزاد است نسبت به روحانیت. اگر روحانیت نبود، شما بدانید این نظام تشکیل نمیشد، این انقلاب پیروز نمیشد. نتیجه سقوط آنچنان حکومتی است و تشکیل این چنین نظامی و استقامت و استحکام و ریشه‌داری این نظام تا امروز که به توفیق الهی قرنها این نظام پابرجا خواهد بود.